با سلام خدمت شما دوستان عزیز من دکتر نابت تاج متخصص پوست امروز میخوام در این مورد صحبت کنم که اگر یک فردی با درد و زایات یک طرفه روی بدنش اومد آیا این همیشه زونا هست یا نه همونطور که توی ویدیو قبلی توضیح دادم فردی که دچار زونا به این صورته که معمولا توی کودکی دچار آبل مرغونه و ویروس ایجاد کننده ی زنا همون ویروس آبل مرغونه فرد خوب میشه این ویروسه میره قایم میشه تو گانگلیان های عصبی نخا بعد که فرد بزرگتر میشه یا سطح ایمنی کاهش پیدا میکنه یا دچار استرس میشه این ویروسی که پنهان شده در امتداد این نخوا روی این درماتوم های عصبی حرکت میکنه و میاد روی سطح پوست پس اول فرد درد داره و بعد به صورت یک طرف زایات پوستی ایجاد میشه ولی همیشه قضیه اینطوری نیستش که ما هر کسی که زایات یک طرف روی بدنش بود بگیم این زنا هست یک حالت میتونه که ازش کک باشه در واقع ما یک اصطلاحی داریم زایاتی که به صورت ستایی پشت هم قرار گرفتن بهشون میگیم صبحانه نهار شام breakfast lunch and dinner و این در واقع مطرح کننده گزش در واقع جک جونور میتونه باشه یه حالت دیگه به خصوص این در شمال کشور کسایی که به شمال در واقع سفر میکنن ما پدروسترماتایتیس درماتایتیس رو میبینیم زایاد به صورت خطی و این هم در واقع تو تشخیص افتراقی زونا قرار میگیره یا زمانی که فرد به یک ماده دچار حساسیت میشه حساسیت آلرژیک در حالت حادش فرد میتونه به صورت خطی دچار سوزش گاهی حتی درد و زایاد تاولی بشه و این زونا باز نیست و باز یک حالت دیگه عفونت های قارچی عمقی که اصطلاحا در امتداد یک خط ولی اینجا بیشتر اغلب روی اندام در واقع دیده میشن و اصطلاحا بهش میگن فرم کوید. همه این موارد رو برای این گفتم که وقتی شما با یک زایه به صورت خطی مواجهید همیشه فکر نکنید که این زونا هستش و در واقع هر گردی گردو نیستش و در واقع مراجعه زودتر به پزشک از این جهت که اگر زنا باشه اون فرصت درمانی که میتونه از درد بعدیش پیشگیری کنه رو از دست ندید و اگر غیر زنا باشه تشخیص غلط داده نشه و در واقع با یک درمان نابجا هزینه و زمان هدر بره امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه در ویدیوهای بعدی میخوام در مورد انواعی که از عفونت اچ یا همون عامل زگیل میتونن سرطان باشن صحبت کنم خسته نباشید